سلام به روی ماهتون، به چشمون سیاهتون. آیتم آوردیم براتون. خب بالاخره برگشتیم، یه وقفه ای افتاد به خاطر فیفا دی. قسمت چهارم فوتبال 369 رو میخوایم بریم با آقا آرمان عزیز. یه سلامی داشته باشین با ایشون. سلام و درود به فایان. همون اول بریم وارد مبحث فیفا دی بشیم. در مورد بازی که نمیخوام صحبت کنم، یعنی حرفی ندارم در مورد بازی‌های این مقطع از ملی، اما یه نظریه‌ای رو میگم، حالا یا تاییدش کن یا ردش کن. دهه 90 میلادی به قبل، قبول داری که تمرکز دنیا روی فوتبال ملی خیلی بیشتر بود؟ آره. زمان روبرتو باجو و آره دقیقاً، حالا روماریو مثلا، مارادونا و پله و اینام، حتی توی مقطع ملی در حدی که پله به خودش زحمت نداد بیاد اروپا، نیازی نداشت چون تو بازی ملی دیده میشد. اما الان بازی ملی چه جایگاهی دارد؟ حتی خود جام جهانی هم، حالا این جام جهانی به خاطر مسی یه ذره بازدهش زیاد بود، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ قشنگ محو شد. ولی مثلا مردم 4 سال آینده رو با اتفاقاتی که توی اون جام جهانی میافتاد سر میکردن. اما از شروع هزاره جدید، از شروع قرن 21 دیگه بازی ملی جذابیتش رو از دست داد. به خاطر بحث سرمایه‌داریه دیگه. الان اومدن هزینه دارن میکنن روی چمپیونز لیگ، روی بازی لیگ برتر. دقیقاً با همون زمانی که پریمیر لیگ را افتادن مصادف شد. اون هزینه اونجا داره میشه. خب هرچی اون هزینه بیشتر میشه، سر و صدا و دامبال و دیمبولش بیشتر میشه. دقیقاً. بیشتر تو چشمه، میدونی چی میگم؟ نتیجهش این میشه که اصلا میل به بازی ملی خیلی کمتره. طبیعیه با این هزینه‌ای که دارم میکنم. تو این توهم توته که نمیشه بود. تو این فاز هستی که بازیکنان اون موقع خیلی تعصبی تر بودن و خیلی جنجالی تر بود و اون حواشی جذابی داشت. فوتبال دیگه به درد نمیخوره. کلاً فوتبال اون موقع خیلی جذاب‌تر بود. تو مثلا یه سری چیزا رو مثلا میدیدی، حالا خیلی هم دور نه، تو همین 1996-97 به بعد تا قبل از 2004-05 ببین، مثلا تو مثلا میدیدی، مثلا رویکین رو میدیدی هوا میکرد، مثلا دقیقاً با نمیدونم پاتریک ویرا، بعد برخورداد اصلا دیگه اصلا چیزی نمیبینی. اگر نیست. هم اتفاقی بیفته، مثلا یه اتفاقی بین دو نفر، قبلا واقعا مثلا دو تا تیم مثلا اون اتفاقا مثلا تو توییتر افتاده، یعنی دیگه عملا توی زمین و خارج از زمین خیلی نایس شدن همه. هم اون هم دیگه برمیگردیم به این که فوتبالیستا شاغل تر شدن، من اینو حرفه‌ای تر شدن. آره بیشتر به فوتبال به عنوان جاب نگاه میکنن. دقیقاً دیگه آره. اون موقع عاشق فوتبال بودن، الان شاغل فوتبالن، یعنی دیگه شغل. مثلا خوبش هم مودریکه، مثلا مودریک میتونه باشه. اصلا همین هالند سیتی رو نگاه کن دیگه، الان برنامه غذاییش از اون، مثلا سیتی باهاش نفر میفرسته که فقط برنامه غذایی رو نظارت کنه، چی بخور چی نخور، الان یه آزمایشی بگیره، یه تستی بگیره، اینو بده کربوهیدرات بده. نمیتونی از این آدم بخوای که مثلا عاشق باشه. دقیقاً زندگیشو داره فدای کانسپت خیلی عجیب غریب و بسته داره کار میکنه که اصلا دیگه جای عشق و علاقه نمیذاره. تو اینو قیاس کن با کرایوف و سیگارش. دقیقاً هم اینو میخواستم مثال بزنم، همین که مثلا بار فنی و بار تیمی اون موقع کمتر بود، اختیار بازیکن خیلی بیشتر بود. دقیقا. توپ زیر پای بازیکن بود، الان توپ زیر پای مربیه. دقیقا. این هم حتی هستش، جای عرشه خیلی خالیه. در مورد این قضیه حتی میتونیم با عرشه صحبت کنیم. یه شرط بندی هم کردیم، باختم بهت، که قراره به نظر من همون اولین باری که عرشه اومدش اجراش کنیم. حالا هر چی که بودش جفتتون رو مهمون کنم، حالا یه سیب زمینی سرخ کرده یا هات چاکلت قرش قرش صدای میکروفون. آره یه مثلا درد کافی و اینا هم فیفا دی ببندیم با این موضوعی که اخراج فلیک آلمان چقدر اوضاعش خراب. من در طرفدار تیم ملی آلمانم و آلمان چقدر اوضاعش خراب شد از اواخر یاخیم لو به بعد، و فلیک هم که یه مربی بودش که میگفتن الان این میاد خار مادر پپو سرویس میکنه توی بردن ارامین و اینا، کارش به اینجا رسیده که اینقدر عمل کرده باید بعدی با آلمان داشته و عملکردش هم اینجا من 25 بازی 12 تا برد 7 تا مساوی 6 تا باخت 48% میانگین بردش بوده و خیلی بده. دیگه چیز توی بازی‌های لیگ و اگه این آمار ایمال مربی لیگ برتری بود خیلی بد نبود، چون لیگ برتره دیگه. آره خیلی بد نبود، ولی به عنوان یه تیم ملی. توی مثلا اونم آلمان. آره اونم آلمان یه مقدار جواب نیست. بعد یه دوستی نوشته بود که آقا بعضی هم مربی‌ها نیاز به تایم دارن که با تیمشون باشن، تیمو بسازن. بعد حالا چه با پول چه با مثلا خریدای
مثلا فری ایجنت اوناشو کار نرم، نمیگم با پول مثلا تیمشو بساز، ولی میگه آقا من فلان بازیکن رو میخوام، حالا فلان بازیکن رو میتونه میگم یا فلان تایپ بازیکن رو میتونه مثلا رایگان بیاره، یکی هست نه تیم بلخرجی داره اونو هزینه میکنه میاره. ولی به هر حال بعضی از مربی ها نیاز به یک سری ابزار دارن واسه پیاده کردن افکارشون. دقیقاً. و میتونه که این قضیه مثلا راجع به این شخص مثلا چیز باشه، بولد باشه، که حالا مثلا اون چیزایی که مد نظرش بوده رو حالا یا نتونستن پیاده بکنن اون بازیکنایی که تو آلمان دارن، یا اینکه مثلا اون مهرهایی که لازم داشته رو نداشته. میدونی من خیلی نه طرفدار تیم ملی آلمانم، نه خیلی دنبال میکنم، یه دونه علل حساب کای هاورتسشون رو داریم ما که تنهایی تونه تاثیرات زیاده منفی داشته باشه، بازی کنه بارسا شده، کاپیتانشون شد همین چند روز پیش، اینم یه خبری از تیم ملی آلمان، اونم که معصوم شد و بله آخرین باری هم که این معصومیت رو داشته حدود 500 روز گذاشته زمین. دقیقاً. تبریک میگیم به هواداران بارسلونا. دقیقاً. و اینکه چقدر بارسا بدشانس که نمیتونه، چقدر سر بارسا کلا گذاشته منچستر سیتی، هر بازیکنی داده فران تورس و اینا، یعنی همه کارو زن آگوئرو رو فرستاد فعلا کوتینیو هیچ کی به کوتینیو نمیرسه، هنوز میره بستنی میخره بارسلونا یه چیزی کارت میکنه واسه لیورپول. دقیقاً. یه اتفاق دیگه ای توی فیفا دی افتاد، نیمار بودش که گلزنی کرد و رکورد آقای گل تیم ملی برزیل شد. نیمار رکورد پله رو پشت سر گذاشت و حالا رو صفم عکس آقای گل‌های فوتبال ملی رو می‌بینید که علی‌دایی رتبه دومو داره از ایران، رونالدو همچنان فرصت اینو داره رکوردش رو ارتقا بده. و اگر حرفی در مورد بازی فیفا دی بازی ملی نمونده، بریم سراغ بازی باشگاهی. مسی هم داره نزدیک میشه به علی‌دایی. آره آره و میرسه، و میرسه 4 تا 5 تا گل چیزی نیست که مسی قشنگ میتونه برسه، یا حتی اگه 3 سالم مصدوم بشه فکر کنم باز میتونه برگرده. بازی دوستانه است دیگه. آره. یه بازی دوستانه فکر نمی‌کنم دیگه. خب ببین حقیقت از اینه که رونالدو و مسی بهتر از علی دایی هن، این قطعا نمیشه. و اینکه مثلا ما جالب میشه ببین رونالدو وقتی رکورد علی دایی رو زد، علی دایی زره شناخته تر شد، الان مسی هم بزنه عبور از علی دایی دوباره شناخته، یعنی خود علی دایی هم پستی که گذاشتش خیلی روک و رو راست که واسه من خوبه که رونالدو رکورد منو بزنه. دقیقا. و بولد تر میشه طرف، مثلا علی دایی این شانس حالا ببین میکنه رونالدو در نهایت توی رده اول میره کنار از این بازی ها یا مسی؟ ارلینگ هالند. این خیابانی چه سالی ازش پرسیدن جواب داد؟ اون اوز شواد و پلی کن لطفا. پلی کیروش برانکو به نظرتون کدوم درست بودن؟ من بین کیروش و برانکو حشمت مهاجرانی رو انتخاب میکنم. چه عجیب. گفتش حشمت مهاجرانی؟ حشمت مهاجرانی رو انتخاب. جوابش حشمت. حالا من آخه از اون هالند من فکر میکنم رونالدو، ولی از اون ورم هالند هم نسبت به سنش آخه آمار خوبی داره. آخه با لوکزامبورگ و اینا قهر بازی کنه و سنش هم پایینه، این شانسو داره. حالا نه جدی یک 7 8 سال دیگه میتونه لوکزامبورگ میخواد بزنه. 7 8 سال دیگه میتونه الان همین الان سال 10 تا بعد به لوکزامبورگ گل بزنه. دقیقاً. و کار سختی هم نداره. بریم سراغ بازی باشگاهی. اهم کلوب رو نمیخوای راجع بهش صحبت کنی؟ نتایج چی؟ یورگن کلوب رو نمیخوای راجع بهش؟ یورگن کلوب خوب شد گفتی، خوب شد گفتی. یکی از گزینه‌های مربیگری تیم ملی آلمان یورگن کلوبه که احتمالش خیلی کمه الان ول کنه لیورپول رو بره و احتمال داره تابستون بره. حالا نظر خودت چیه؟ من خیلی دوست دارم. من دو تا مربی هست که احساس می‌کنم دو تا قطب توی فوتبال انگلیس ساختن. یکیش توی منچستر داره کار می‌کنه. پیرنش آبیه، زیرپوشیه. یکیش داره توی لیورپول کار میکنه و فکر میکنم که 70-80% شخصیت لیورپول امروز که از سال 2013-14 به این ور، یعنی کار با قبلش نه، اصلا کاری با تاریخچه غنی لیورپول ندارم، منظور از لیورپول لیورپول نابود شده 30 سال اخیره. دقیقا. که میگم لیورپول، من احساس میکنم که این شخصیتی که به دست آورده بود، میگم 60-70%، 80%ش مدیون کلوب بوده و با رفتنش احتمالاً با یه چالش پسا شخصیتی روبرو خواهد شد. یعنی پس از یک شخصیت چه اتفاقی میفته، چیزی که منچستر یونایتد هنوز نتونسته از باطلاقش در بیاد و همچنان داره دست و پا میزنه. آقا در خدمت.
بریم سراغ بازی باشگاهی که خب قراره یکی دو روز آینده دوباره برگرده و هفته پنجم لیگ برتر و بقیه بازی باشگاهی. همین الان نگاه به نتایج کلی هفته آخر قبل از تعطیلات میندازیم و تنها بازی که ارزش حرف زدن داره به نظر من بازی آرسنال و منچستر یونایتد و حالا پیرامونش هم دو سه تا اتفاق آماری و حالا فکتی افتاده. در مورد بازی آرسنال و من یونایتد چه صحبتی داری؟ بازی آرسنال منچستر یونایتد کلن آرسنال داره روی یک تیغ بسیار باریک راه میره. یعنی قشنگ رو سر پل سراتو گرفتیم دستمون، اصلا نمیخوایم بریم توی یه اتوبان که نه جاده قدیم تو بگو کوچه، قشنگ روی یه نخ داریم راه میریم که ممکنه در دقیقه 80 و نمیدونم فلان یا 90 یا 91 یه گل بخوریم. بعد یه سری بچه ها هستن توی اصلا پیج ما، اینا فقط آرتتا مساوی میگیره و میبازه میان. میبینی این خودمونیان تازه، این آرسنالیان دیگه چه برسه به بقیه که مثلا هواداری تیمای دیگه. ببین آرتتا داره اینجوری میره جلو و این خیلی خطرناکه. هرچند بازی منچستر یونایتد اصلا نمیتونید با یه بازی مثلا یه تیم معمولی مثلا وست هم یا مثلا چنان برنلی یا تاتنهام مقایسه کنی، ولی میخوام بهت بگم که یه مقدار امیدوارم که آرتتا نتایجش یه جوری بشه که یه مقدار قبل از دقیقه 80 کار در بیاد. احساس امنیت نمیکنی از بازی الان آرسنال در کل؟ اتفاقاتی هم که پیرامون همین بازی افتادیم بودش که برای اولین بار بعد از سال 1988 یعنی تا 91 که این اتفاق افتاد، آرسنال در سه بازی خانگی پیاپی مقابل منچستر یونایتد برنده شد و این آمار خوبی میتونه واسه آرسنال باشه، نوید روزای خوبی واسه آرسنال باشه و از اون من یونایتد هم اوضاعش خرابه. یعنی هر بعد از فرگوسن هنوز داره نشده. واقعا داره هنوز تاتی تاتی میکنه با تنهاخ، یعنی کسی بودش که میتونه تغییری ایجاد کنه، واقعا کاریزماتیک بود. اما میرسیم اونجا که باشگاه داره توی فساد دست و پا میزنه. چطور؟ نیست دیگه، اون شخصیته نیست. نمیخوام منظورم فساد، منظورم اون عملکرد ضعیفه، منظورم فساد خاصی نیستش. یه جوه بعدی از روی سکوها هستش که گلیزرا رو مجبور خرید میکنه، گلیزرا میرن بدترین گزینه خرید رو با گرونترین قیمت میخرن، نظر هوادار که نشد نظر کارشناسی شده و روی این اصل داره میچرخه. خرید 70 80 میلیونی میکنه، هوادار ساکت میشه، سه ماه بعد اون خرید 70 80 میلیونی گن میزنه پوگباتور و دوباره هوادار صداش در میاد که بره خرید 70 80 میلیونی دیگه بکنه و اون 70 80 میلیونی دوباره میسازه اون پوگبا. یه لوپیه که دقیقاً یه لوپیه که داره اتفاق میفته. فکت سمی که وجود داره راجع به این دو تا تیم الان اینه که آرسنال، من دیگه بارها راجع به صحبت کردم، توی دوران بدی بود تا سال 2020 تقریبا و یواش یواش شروع شد درست شدن. بله. اما توی همین دوران بعد از سال 2023 این 10 سال، یعنی از فصل 2013 که حساب بکنیم، آرسنال 7 بار در 10 فصل اخیر بالاتر از منچستر یونایتد لیگو تموم کرده. همین آرسنال بعد از یونایتد خوب بود، از یونایتد بهتر بود. همین یعنی جفتشون درگیر این آرسنال بعد از دو سه فصل بعد از فرگوسن درگیر رفتن مربی شد، ولی بهتر جواب گرفته ظاهرا و تصمیمات منطقی تری. من احساس میکنم یه فشار مضاعف بیخودی روی مالکای منچستر یونایتد هست، فشاری که به جای اینکه اتفاق مثبتی رو رقم بزنه هی داره بدترش میکنه. یعنی به جای اینکه خریدای منطقی درست بکنن، هی خریدایی رو میکنن که بیشتر بمب خبریه تا خرید خوب. میدونی چی میگم؟ موافقم. و نتیجهش این میشه که توی زمین داریم میبینیم. درسته. ببین بازی‌ها بخوام صحبت کنم که اتفاق خاص دیگه نیفته، فقط مثلا 6 تا تیم داریم که بعد از، یعنی مثلا قبل از فیفا دی با 100 درصد پیروزی از مسابقات لیگ خارج شدن که از انگلیس یکیشون فقط سیتیه، بایر لورکوزن و بایر مونیخ هم هستن، رئال مادرید و اینتر میلان و آس میلان هم از سری آ هستن. رکورد دیگه ای هم که این هفته جابجا شده شیم بودش که برای اولین بار تو تاریخ پریمیر لیگ سه تا بازیکن تو یه روز هتریک کردن، سون هیونگ مین مقابل برنلی، ارلینگ هالند مقابل فولان و فرگوسن سانی بگیم، فرگوسن کوچک بگیم، فرگوسن اسمال بگیم، فرگوسن جونیور بگیم مقابل
نیوکاسلین کل اتفاقاتی بودش که توی فوتبال انگلیس افتاد و میتونیم بریم یه نگاهی هم به نتایج فوتبال اسپانیا بندازیم که رو تصویر اومده. فقط یه نگاه کلی داره میندازیم، بلافاصله میریم سراغ رکورد جود بلینگام که بعد از رونالدو دومین بازیکن تاریخ رئال مادرید شد که تو 4 بازی ابتدایی خود در لیگ موفق به گلزنی شده. کلا از شروع فصل بازی ملی هم بخوایم حساب کنیم 6 تا بازی 6 تا گل 2 تا پاس گل جود بلینگام داشته، یعنی واقعا عملکرد خوبی داشته. به نظر من روی فرمه. آره روی فرمه، پتانسیلش رو داشته، ارزش این همه خرج رو داشته، ارزش این همه سر و صدا رو داشته. دورتموند میدونی یکی در میون شده دیگه، یه دونه هالند در میاد، یه دونه جیدون سانچو در میاد، یه دونه جود بلینگام در میاد، یعنی یکی در میون. ولی اینا افرادی بودن که انتظار میرن اون بدر هم منچستر یونایتد میخره، اون بدر هم همیشه یونایتد میاد ازشون میخره. یعنی خیلی جالبه واقعا. جیدون سانچو قوقا به پا کرده، بیانیه داد علیه تنها از اون بر بیانیهشو پاک کرده. ببین اصلا خیلی چیزه، ببین یه مشکل به نظر میرسه اصلا منچستر یونایتد نتونست اریک تن هاگ که رختکن رو جمع بکنه. موافقم. خواست با رفتن رونالدو مثلا یه دقیقا. چیز نشون بده بگه من فلانم، ولی نتونست. یعنی در ادامه هم وقتی تو دیگه یه بازیکنی رو میری 80 میلیون 90 میلیون میخری میاری میچسبونی رو نیمکت، بعد یارو بر بیانیه میده، بعد آنتونی هم که دیگه قضیه شد دیگه، متوجه شد دیگه. اون هم که درگیر همون بازی شد که گرین وود شد. نه تیمای منچستری چقدر دارن از این کارا میکنن. حالا واقعا چیز عجیب غریبیه، مثلا حال هم... چیز جورج بست دیگه، دقیقا همون خونه. آره خون جورج بست. آره روحیاتمونه، فقط تو همین زمین هست، فعلا بقیهش رو کنسل کرده، بیرون زمین بیشتر سعی میکنن گلزنی از 40 یارد اینا رو بیخیالم فعلا. در حد میتونید استوب بزنید اینجا شو، در حد یه نگاه کلی نتایج کامل سری آ، و حالا دوباره میتونید استوب بزنید روی اینجاش، نتایج کامل بوندسلیگا یا بایرن لیگا رو ببینیم، نتایج کامل لیگ وان رو نگاه نمی کنیم، اصلا ارزشش رو نداره. بریم توی نقل و انتقالات اگه موافق باشی. بریم. من چند تا نکته میگم، بعدش میریم یه آیتم میبینیم که نوید عزیز ادمین پیج ترانسفر ورد زحمتشو کشیده. اولش منفی ترین ترازای مالی باشگاه‌های اروپایی که البته الهلال رو گذاشتیم بینشون، خیلی جالبه. بعد از پایان پنجره نقل و انتقالات تابستونیه که الهلال همه بیشتر خرج کرده، اروپایی بدونیم دیگه با اجازهتون الهلالو. بعدش الاهلی، صندوق سرمایه‌گذاری عربستان چیکارش میکنه، بعدش پاریسی، بعدش واقعا پاریس سن ژرمن حتی امسال هم که سیاستش رو تغییر کرد بازم رفتش روز تاپ 3. یعنی خیلی عجیبه، یعنی سیاستش رو برداشت از روی ول خرجی ولی بازم رکورد زد، یعنی خیلی جالب و بهتر هم شده، تازه بازم رکورد زده. بعدش هم که باشگاه مورد علاقه آقا آرمان چلسی، بعدش هم باشگاه دیگه آرسنال، باشگاه خود آقا آرمان. نظر چیه؟ 145 میلیون دیگه واقعا. آره زیر 200 میلیون اوکیه، عدد سنگینی که بگه اوه ریخت و پاش کردم واو مصیبت ها نیست واقعا. نه یعنی تو دو تا کورو کچل برداری بیاری صد تا رو باید پرداخت کنی. دو تا بیشتر به خدا، کورو کچل 70 میلیونه، یعنی الان کورو کچل 70 میلیون تو بازار. واقعا من میگم چلسی رو میتونیم بهش خورده بگیریم، چون یه عالمه بازیکن خریدی، عالمه دستمزد داد. این سال 90 میلیون واسه چلسی نمیکنه، 200 میلیون واسه چلسی. تو باید اینو در نظر بگیری چلسی پارسال نیم میلیارد هزینه کرد، فول منفی نیم میلیارد. آره هیچی نفروخت و الان این همه فروخته، تازه این همه فروخته دوباره منهای دیوی، یعنی یه چیزش 700 میلیون منفی. و من احساس میکنم این تیکه یک ویدیو بمونه به یادگار، یه روزی شاید بریم کاتش کنیم دوباره بریم نشونش بدیم. من احساس میکنم که تادبولی قمار بزرگی رو داره روی چلسی میکنه. این که تو میری بازیکن میخری 100 میلیون 80 میلیون 90 میلیون و یه قرارداد 7 8 ساله با یارو میبندی، یعنی تو خودت رو 7 8 سال درگیر پرداخت اون میکنی. اگر چلسی تو 2 3 سال آینده جواب نگیره درگیر این داستان میشه که مثلا یه سالی 150 میلیون باید بدهیاشو پرداخت بکنه، و اگه موفقیتی رو نتونه کسب بکنه اون وقته که دیگه یواش یواش اون 150 میلیون رو نمیتونه پرداخت بکنه. درسته. و احتمالا وارد یه داستان دیگه میشه، ولی به هر حال این اصلا نه کوریه نه چیز، این یه فکته. یعنی شما داری یه چیزی قسطی می‌خری به هوای اینکه آقا من دارم میرم سر کار و مثلا دارم یه حقوقی میگیرم،
اگر نتونی بعد از 4 سال 5 سال کار بکنی به هر دلیلی اون درآمد رو کسب بکنی، طبیعتاً به مشکل می‌خوری. 100% میگم این ریسکو کرده، حالا بریم ببینیم چی میشه. حالا بریم سراغ باز نقطه مقابلش، باشگاهی که تراز مالیشون مثبت بوده. ساوثهمپتون 154 میلیون، دلیلش هم کاملاً واضحه، و بعدش بارسلونا که جای صحبت کردن داره، 102 میلیون مثبت، و دیگه احتمالاً با عادت کنیم تا یکی دو سال آینده همین خواهد بود. مگر اینکه مثلا بخواد یه خرید خوب بکنه، 100 میلیون خرید کنه، اون موقع باید بیاد پدری رو بفروشه. اون موقع باید بیاد 15 تا از آکادمی بفروشه، همچین کاری رو بکنه. ویارال هم هست. توی این لیست مثلا باشگاه تاپی رو به جز بارسلونا نمی‌بینیم. و خب جای تمجید داره دیگه، لاپورتا به علاوه چمن فروختن داره بازیکن هم می‌فروشه تو طرز مالیشو مثبت نگه داره. بریم سراغ پنج لیگ پرهزینه. این هم خیلی جالبه. پریمیر لیگ 2 بیلیون و 100 میلیون، دو میلیارد دیاره دیگه، بیلیونی که گفتم منظورم دو میلیارد و 100 میلیون خرج کرده. بعدش سعودی پرو لیگ 728 میلیون، بعدش تازه سری آ. من خوشحال میشم سری آ هرچی بیشتر خرج کنه. یعنی سری آ الان 2-3 ساله یعنی داره میره به سمت اینکه یه ذره زور بزنه بیشتر خرج کنه تا بیاد جزء دو لیگ معتبر اروپایی. بعدش بوندسلیگایی که خیلی عجیبه، بعدش لیگ وانه. اینجا لالیگایی رو نمیبینیم به لطف آقای خاویر تباس، از اون برم که حالا مثلا بارسلونا یه تراز مالی مثبتی داره، لالیگا رو نمیبینیم. و گرونترین خریدار هم یه سر بهش بزنیم، البته توی پریمیر لیگ. این آخرین نکته‌ای بودش که نقل انتقالات می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم. کایسدو 116 میلیون دوباره هر جا از اینجور حرفاست نام چلسی میدرخشد. بعدش دکلن رایس که 116 میلیون برحق بود، یعنی عملکردش 4 هفتهش اوکی بودی باش. آره. برحق بود. بعدش گواردیول 90 میلیون، اینجور مواقع سیتی هم همیشه جزء تاپ 3 هستش، البته نه توی زیاد خرج کردن، توی کلیت آره، ولی مثلا تو ستاره های خریدن یه دونه گریلیش بود، یه دونه الان گواردیول شد. بعدش کای هاورتس و هویلندی که قراره بیاد جانشین ارلینگ هالند بشه، ولی فقط اسمش اینجوری هستش، و سوبوسلای و دیگه پایینتر هم دیگه میسون گرین‌وود و تونالی و لاویا و انکوکو. لاویا هم که میگم مصدوم شد. بله 6 هفته مثل این که آره. انکوکو اصلا هیچی، بی خیال چلسی رو اصلا بی خیال. آقا بریم آیتم نوید رو ببینیم و برگردیم. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ مرسی از مشتاقای عزیز و دوست داشتنی. بدون مقدمه خیلی سریع بریم سر بررسی پنجره نقل و انتقالات تابستونی 2023، یعنی 3 ماه اخیری که گذشت، و با هم بررسی کنیم ببینیم که چه انتقالاتی رخ داده و مهمترین نقل و انتقالات این پنجره تابستونی چی بوده، و آخرش هم چند تا نکته بهتون بگم. درسته که این پنجره تحت تاثیر انتقالات لیگ عربستان بود، اما می‌خوایم با هم بررسی کنیم که چه انتقالات مهمی رخ داده تو فوتبال دنیا و لیگ عربستان هم حتما بررسی می‌کنیم. اگر دوستان من پایین رو نگاه می‌کنم، نکات رو توی کاغذ نوشتم برای اینکه اشتباه نکنم و چیزی رو جا نندازم، اگر پایین رو نگاه می‌کنم حمله بر بی‌ادبی نشه. با هم بریم سر بررسی مهمترین نقل و انتقالات اروپایی. اول ما همیشه اولویتمون اروپا و انتقالات بزرگ عربستان باعث نمیشه که ما کار اصلی خودمون رو فراموش کنیم. بریم سر مهمترین انتقالاتی که توی فوتبال اروپا رخ داده، دونه دونه تیتروار همه رو با هم دیگه بررسی کنیم. از رئال مادرید اگه بخوایم شروع بکنیم، رئال امسال یه خرید خیلی خیلی فوق‌العاده داشت، خرید خیلی زیادی نکرد، چند تا بازیکن رو برگردون، ولی مهمترین خریدی که، یعنی مهمترین اقدامی که رئال مادرید توی این فصل، توی این پنجره تابستونی انجام داد، خرید جود بیلینگهام از دورتموند بود که درخششش هم نشون میده که واقعا ارزش بیش از 100 میلیون یورو هزینه براش داشته، و توی چند تا بازی اولی هم که توی رئال داشته کاملا با تیم هماهنگ شده و عملکرد فوق العاده ای داشته. جود بیلینگهام، آردا گولر، ستاره جوان ترکیه فنرباخچه که اومد به رئال مادرید، و اینم انتقال مهمی بود که رئال رخ داد براش. و که پاریزا بالاگا هم یکی دیگه از مهمترین انتقالاتی بود که رئال مادرید داشت، که البته کپا به صورت قرضی و یک ساله از چلسی به رئال اومده. برای بارسلونا اگه بخوایم به مهمترین انتقالاتش رو بررسی کنیم، ایلکای گوندوغان، ژوآو فیلیکس و ژوآو کانسلو مهمترین انتقالاتش بودن، که کانسلو و فیلیکس به صورت قرضی و گوندوغان به صورت دائمی بودن. بچه ها اگر یه سری از انتقالاتو نمیگم، حالا مثلا مثل اوریول رومئو یا مثلا اینیگو مارتینز توی بارسلونا، اینا به خاطر اینکه نقل و انتقالات خیلی مهمی نیستن و اینا روتین باشگاه به حساب میان که خب به هر حال یه سری بازیکن بخرن بفروشن و از این حرفا. من دارم مهمترین انتقالات رو بهتون میگم. از منچستر سیتی اگه بخوایم صحبت کنیم، دو تا خرید خیلی مهم داشت، یکی ماتئو کوواچیچ بود و دومیش هم گواردیول بود از لایپزیگ، که خب لقب گرونترین مدافع تاریخ هم به خودش اختصاص داد گواردیول. اگه بخوایم بریم سراغ
آرسنال ببینیم چه انتقالات مهمی داشته. از کای هاورتس میتونیم صحبت کنیم که از چلسی اومد به آرسنال، دکلان رایس که از استون ویلا اومد، و دیوید رایا گلر برندفورد که اومد به آرسنال و حالا توی تیمم بهش بازی میده آرتتا. سراغ اینتر اگه بخوایم بریم، چند تا انتقال مهم داشت. اولیش مارکوس توران بود که خب خیلی لینک شده بود به بارسلونا، اما در نهایت سر از اینتر در آورد. و کوادرادو، یان زومر و الکسیس سانچز دیگر خریدهای مهم اینتر توی این پنجره نقل و انتقالاتی بود. منچستر یونایتد هم از این نقل و انتقالات مهم بی نصیب نبود و اونا هم میسون مونت، اونانا، آمرابات و رگیلون رو به صورت قرضی از تاتنهام تونستن خریداری بکنن. آمرابات خیلی لینک شده بود به بارسلونا، اما خب موفق شد یونایتد اونو جذبش بکنه. اینتر میامی چند تا خرید خیلی مهم داشت. شاید شوکای نقل و انتقالاتی توی آمریکا بیشتر برامو زده شد، حضور لیونل مسی که بزرگترین انتقال در واقع میشه گفت این پنجره بود. سرخیو بوسکس و جوردی آلبا هم رفتن به اینتر میامی و اونجا دارن ستایی ترکیب سابق بارسلونا رو کنار هم دیگه تشکیل میدن. بایرن مونیخ هم دو تا خرید خیلی مهم داشت که کیم مین جای بود از ناپولی، و هری کین هم خرید بعدی بایرن مونیخ بود که خب انتقال مهمی به شمار میره. چلسی هم یه انتقال خیلی مهم داشت که اونم مویزس کایسدو بود که با یه رقم عجیب و غریب از برایتون اومد به چلسی. لیورپول هم رایان گراونبرگ رو از بایرن مونیخ خرید. خیلی خرید خاصی نداشت لیورپول، اما تونست که گراونبرگ رو در نهایت خریداری بکنه. پی اس جی خریده خیلی زیادی داشت که توش خریده بزرگم بود، از جمله اشکرینیار، دمبله، لوکاس هرناندز، آسنسیو، کولومانی و گونزالو راموس و همینطور لوئیز انریکه که به عنوان سرمربیشون انتخاب شد و این انتقالات مهم تیم‌های بزرگمون بود. تقریبا میلان هم پولیشیچو گرفت و اتلتیکو هم آسپیلیکوئتا و سویونجو رو به خدمت گرفت. اما این سری انتقال دیگه هم داشتیم، تک انتقال که خب اونا هم از اهمیت بالای برخوردار بودن. من تیتروار خیلی سریع اونا رو براتون میخونم. سویا تونست سرخیو راموس رو راضی کنه که بعد از 18 سال به این تیم برگرده و پوله عربستانی نتونست راموس رو در واقع گول بزنه و راموس رفت به سویا تا اونجا فوتبال خودش رو ادامه بده و شاید هم تمومش کنه. کاسپر اشمایکل سر از اندرلخت بلژیک در آورد. ویسل کوبه ژاپن خواماتا رو به خدمت گرفت. آنتورپ بلژیک هازارد رو گرفت. کریستال پالاس دین هندرسون گلر منچستر یونایتد رو گرفت و برایتون هم فاتی رو به صورت قرضی از بارسلونا به خدمت گرفت. از دیگر نقل و انتقالات اگه بخوایم بگیم، آینتهوون سرجینیو دست رو به خدمت گرفت و خطافن میسون گرین‌وود که با یه حواشی عجیب و غریبی توی منچستر یونایتد روبرو شده بود، گرین‌وود رو به خدمت گرفت خطافه. رن فرانسه نمانیا ماتیچ رو گرفت. موناکو دنیس زکریا رو از یوونتوس گرفت. و استون ویلا هم دو تا خرید خیلی خوب داشت، نیکولو زانیولا و کلمنت لنگله از بارسلونا، البته به صورت قرضی بود لنگله. بنفیکا هم چند تا خرید داشت و بی‌نصیب نبود، دیماریا و خوان برنات که البته برنات فکر می‌کنم به صورت قرضی بود و به خدمت گرفت بنفیکا. و روم هم چند تا خرید خیلی مهم داشت، شاید برای ما ایرانی‌ها سردار آزمون مهم‌ترین انتقال روم به شمار بره، و رناتو سانچز و لوکاکو و پاردس دیگر خریدهای مهم باشگاه روم بودن. ساو پاولو برزیل خامس رودریگز رو به خدمت گرفت که خب انتقال عجیبی به شما میرفت. ادینسون کاوانی سر از بوکا جونیورز آرژانتین در آورد. اشتوتگارت نوبل گلر دوم بایرن مونیخ رو به صورت قرضی به خدمت گرفت. اومتیتی به لیل رفت و لوریان فرانسه هم دو تا از بازیکن‌های سابق موناکو رو که خیلی اون سالها چند سال پیش سر صدا کرده بودن، بنجامین مندی و تیمو باکایوکو رو به خدمت گرفت. لورکوزن هم ژاکا رو باش قرارداد امضا کرد و اورتون هم اشلی یانگ رو. مرسی از نوید، نقل انتقالات رو پوشش داد در یه بازه زمانی کوتاه. میریم سراغ جدول‌ها. جدول‌ها انگلیس شروع می‌کنم. تا وقتی که سیتی سطر باشه جدول‌ها رو داریم تو آیتم فوتبال 60. سیتی بیاد پایین همین اتفاق می‌افته و اونجا با خودت زور بزنی اگه آرسنال بالا بود یا هر چی، اگه لیورپول بالا بود ایدهشو بده و اینا، هم سعی میکنم بپیچونم مثل تراز مالی ها دیگه. بله بله. داستانشو در جریان هستی. انگلیس که خب سیتی اوله، تاتنهام دومه، خیلی خوبه، پستکوگلو من دوست دارم که نتیجه بگیره و حتی اجازه تاپ فور باشه. لیورپول سومه، وست همی که الان ما سیتی این هفته جلوش بازی داریم چهارمه، آرسنال پنجمه. یعنی یونایتد و چلسی هم بگم که دوم یازدهمن،
11 12 من یونایتد چلسی الان نسبت به خودش باید مقایسه بکنیم همون جاییه که پارسال لیگو تموم کرد به قول میلاد نایب قهرمان قسمت دوم لیگ شد. این همه حرف میلاد میده فقط اینش یاد. اوکی بریم سراغ جدول لالیگا که رئال مادرید اوله. من فکر می‌کنم رئال مادرید قهرمان بشه، خیرونا دومه، بارسلونا سومه، اتلتیکو مادرید هم چهارمه. فعلا در مورد نمایندگان سقوط صحبت نکنیم، فعلا بریم بعدی. سری آ اینتر میلان اوله، آس میلان دومه، یوونتوس سومه، ناپولی رو ششم داریم اینجا، فیورنتینا رو هشتم داریم و آیس روم رو 18. این واقعا بده که آقای مورینیو هر روز داره بدتر میشه، هم داره قراردادای بدتری میبنده، هم داره دستمزدای کمتری میگیره، هم بودجه کمتری داره و هم داره بدتر نتیجه میگیره. من دوست دارم مورینیو رو دوست دارم، دوست دارم که نتیجه بهتری بگیره. توی جدول بریم سراغ بایرن لیگا که البته اینجا دیگه بایر لورکوزن اوله فعلا تا فردا پس فردا. بایر مونیخ دومه ولی جفتشون 9 امتیاز هستن، بقیه تیم‌ها مثلا فاقد اهمیت. حالا چون نتایج رو نشون ندادیم ولی جدول رو نشون بدیم که موناکو اول، پاریس سن ژرمن دومه توی فرانسه و لیگ معتبری که اضافه شده دیگه به داستان ما، لیگ عربستانی که الهلال و التعاون رتبه اولشو دارن. التعاون خرید اونچنانی نداره، التعاون تیم تره، چند سالی که التعاون تیم خوبیه ولی میاد پایین، مطمئن باش میاد پایین. میاد مثلا الاتحاد و الاهلی میاد، نه نه الاتحاد و الاهلی و النصر میان بالاتر از التعاون، مطمئن باشید. و مثل این فیل است دیگه، فیل است اتفاق هم که درگیر اینه که جرارد بتونه یه جوری منظورشو برسونه. خب اینا از جداول، بریم سراغ اخبار و حواشی اگه موافق باشه. حالا یکیشو من میخونم یکیشو شما بخون، اولیش قرعه‌کشی جام باشگاه جهانه که خب چه فکر میکنی؟ به نظرت سیتی میتونه بگیره؟ اصلا بازی سختی نیست آخه. آخه اونجا دیگه الاتحاد ممکنه بیاد اذیت کنه، من از الاتحاد میترسم. الاتحاد که تو میگی عدالی... بابا بنزما رو داره ها، چند تا مگه کلا بازی کنه مثلا درخشان؟ نه خب نداره آنچنان درخشان، قابل مقایسه نیست. ولی ما مثلا خیلی از اینا که از اروپا رفتن واقعا دیگه به روغن سوزی افتاده بودن، درست یعنی سالهای آخرشون بود. درسته یعنی نه الگی جف نده، جذابش میخوام بکنم. لیگ برتر خیلی مهمتره. آره. این قهرمانی لیگ برتر خیلی مهمتره، قهرمان چمپیونز لیگ از این خیلی مهمتره. این اصلا رفتی اونجا با دو تا تیم کج و کله میخوایم بازی دو تا بازی داریم دیگه. آره. اصلا مهم نیست. اوکی توپ طلا موضوع اصلی آیتممونه، نه هم در موردش حرف داری یا نه، اما خیلی دیگه داره حجمه زیاد میشه و هر سال هست. ایشالله امسال خلاص میشیم آقا آرمان از اینکه به مسی برسه یا به رونالدو برسه. یه جوری داره گندش در میاد، یه جوری داره تابلو میشه که ترفندهای تبلیغاتی حالا اینجور چیزا توی کار هستش، دست دارن توی این قضیه و سال آخریه که دیگه قشنگ میخوان میخوبه کوبونن و ثابت کنن که تبلیغات خیلی مهمه، طرفدار داشتن یه بازیکن اینا رو داریم میگه. اگه مسی شد بگی اینا رو مسی میشه، شک نکن مسی میشه، من روش مسی میبندم. و هالند هم مثلا چند روز پیش مسابقه کرد، دلم واسش گفتش من فکر میکنم شانس دارم امسال و نه آقای هالند شما که دارین برنامه ما رو نام شما هیچ شانسی نداری برای بردن توپ طلا، تا وقتی مسی هستش هیچ شانسی نداری. و دلم واسه اسنایدر میسوزه این وسط که ملاکات کجایی ببینی، ملاکات تغییر کرده، ملاکات قرار بود بازی های باشگاهی باشه، عملکرد فردی باشه و از این جور چیزا، اما حالا که یکی مثل مسی یا یکی مثل رونالدو میگیره تغییر میکنه، میشه بازی های ملی. خودت نظر در مورد توپ طلا کلا چیه؟ ببین توپ طلا حرفش که میشه ما آرسنالی ها یاد ندوت میافتیم، جایی که تیری آنری تقریبا دو برابر بهتر از ندوت بود اون سال از در آماری و بهش ندادن این توپو. ولی راجب امسال من شخصا دوست داشتم که هالند بگیره. من خیلی دوست دارم سریعتر جارو بشه این داستان رونالدو مسی تموم شه توی فوتبال و واقعا دیگه خسته کننده است و خیلی جذابیت های بیشتری داره فوتبال، خیلی گیرن. بعد یه عده هوادار دارن که اصلا ول نمیکنه اینا رو، یعنی الان میره مثلا پیرن اینتر میامی میخره، نمیدونم الان پیرن النصر رو میخره، النصر رو میخره. اصلا نمیدونم، من نمیفهممشون. ببین چجوری بگم آخه بابا، طرف عاشق شده دیگه، یعنی اینجوری بخوام بگم فن دیگه، بیگ فن مثلا فلانیه، آرمی فلانیه مثلا، اینجوری بخوام ببین من بلی... تجربه این چیزا رو شاید به خاطر سنم هستم، من تجربه این چیزا داشتم. خب تجربه مثلا
من مثلا دیوانه یک خواننده شده بودم که مثلا موضوع واسه مثلا زمانی که مثلا آخرای راهنمایی اول دبیرستان اینا بودم، بعد مثلا به زور مثلا ویدیوهاشو میتونستیم ببینیم، اینقدر تکنولوژی پایین بود و اینا، مثلا 6 مگا میخواستیم دانلود کنیم 3 ساعت و ربع نگاه میکردیم تا دانلود شه. ولی ببین توی همون دوران، یعنی اون دوران من گذروندم که مثلا فن دیوانه یه نفر باشی، ولی در و دیوار تو مثلا عکسشو بزنی فلا اینا. ولی موضوع اینه که مثلا من راجع به فیلمم، راجع به یه فیلم اینجوری شدم، یک فیلم وجود داشته که بچهای چه اسمی داره، چه خواننده فیلمو، ماتریکس اون بریتنی خواننده رو خیلی بریتنی. و اصلا بریتنی من بودم و یه ایمان منوچهر اینا خدا بود دیگه، اوایل 2000 دقیقاً اوایلش در کنار مایکل جکسون خدا بود دیگه بریتنی. من و یه ایمان منوچهر اینا بود، چیز بودیم، هم کلاسی بودیم، گفتیم بالاخره یا من بریتنی رو میگیرم یا تو. حالا نه من گرفتم نه ایمان، ولی اصغری گرفت. بعد ولی مثلا بعدش مثلا با ماتریکس مثلا بچه‌ها میگفتن که آره آرمان مثلا قطعا بیشتر از برادران واچوفسکی فیلمو دیده و ریویو کرده. واقعا هر شب میشستم نگاه میکردم زمان، یعنی من دیالوگا رو به انگلیسی حفظ بودم، نه سی دی بود، من دیالوگا رو به انگلیسی حفظ بودم، اینجوری نگاه میکردم. ولی ببین پس من میفهمم که تو فن یه چیز استاتیک بشی یعنی چی. درسته، میبینی؟ ولی موضوع اینه که این میگم استاتیکه، این همینه دیگه. آره به خاطر فوتبال مگه فنش نشدی؟ بیا پس الان فوتبالی نگاه کن به قضیه. دقیقا. حرف من دقیقا اینه. بعد میدونم فوش قراره بخوریم سر این آره. بکشیم بیرون سری ازشون قراره آره. فوش بخوریم. یه بیشتر از این صحبت نکنیم، یعنی نرخ بیرون اومدن از این ویدیو اینجا خیلی بالا میشه یا نرخ جلو زدن. و بریم سراغ اخبار و حواشی که مونده. اینجا میخواستم در مورد آنتونی صحبت کنم که صحبتمون رو کردیم، دست و بالمون بسته است، نمیتونیم از کلمات زیادی استفاده کنیم، دایره کلماتمون کمه. اما بریم سراغ این خبر که بعد از 100 سال خانواده آنیلی میخوان باشگاه یوونتوس رو بفروشن، حالا که دیگه ازش هیچ پولی قرار نیست در بیاد. به نظر من تصمیم گرفتن بفروشن بیان نماز جمعه فکر کنم، احتمالاً میخوان توبه کنه، یکی از پسراشون رو سربنیس کردن طبق توهم توطئه‌ای که داشتن. خبر بعدی رو هم میخوای؟ باشگاه آرسنال تایید کرد که نیکولاس پپه قرارداد خودش رو با این باشگاه فسخ کرده، 70 میلیون نتیجه به نظر من بزرگترین کلاهبرداریه نقل و انتقالاتی بوده که آرسنال درگیرش بوده. این چون آخرین موضوع بخواهیم زمانی که کنیم؟ ما میتونستیم زاها رو بخریم، هم زاها میخواست، هم دوروبریاش میخواستن، هم مربی وقت اونای امری میخواست، آیه سانلهی اگر اسمشو اشتباه نگم تشریف بردن، ایشونو خریدن از لیل فرانسه، یک خریده نمیشه گفت فوق افتضاح بد. ببین آمارشو با سانچو که مثلا قیاس میکنی دو برابر از سانچو بهتر بوده. ولی پپه خریدش یه پیامی واسه هوادار آرسنال داشت که شروع شد، دلسوزی ما آره. شروع شده آره. مثلا یه میمی اون موقع در اومده بود که ببین اینجا قرار نیست جام ببریم، فقط واسه سلامتی ورزش میکنیم، زمان همین پپه بود که تازه اومده بود، بعد جام هم برد دیگه، چند تا مدال الان گرفته آره. ولی پیش میخوام بگم که پیش میاد، الان این آیتم زیاد دعوا تو سر کله هم دیگه زدن نداشتیم، ولی میخوام بگم که پیش میاد. نگاه کن بقیه خریدا رو بخوای نگاه کنی، بعد این که دیگه تقصیر آرتتا نبوده، زمان آرتتا این نه زمان امری این اتفاق افتاده نه و آرتتا خیلی ها رو آرتتا چیز کرده گذاشته کنار، لیست مازاد لیست آره. بلند بالاییه که همه شون مثلا تو رایگان از آرسنال رفتن. و ببین میخید از سال 2020 آرسنال قرارداد یک فصل کرده، یه خورده لیست عجیب غریبیه، میخیتاریانه، سوکراتیس، مسعود اوزیل، مصطفی، ویلیان، کولاسیناچ، اوبامیانگ، هکتور بلرین یا بیرین و نیکولاس پپه. ببین این لیست بلند بالا نزدیک به یک تیم کامله، کمر اصلا با تیم کامل این... مربی بخواد دو تا از اینا رد کنه کمرش میشکنه. این دلیل اون عددهای منفی تو نقل و انتقالات ماست. بازیکن رو خریدیم 75 میلیون بازیکن رو خریدیم 60 میلیون فسخ کردیم، کلاسیناش رایگان اومد رایگان، اون که خیلی باحاله کلا وایساده میگه برنده به جا بازی میکنه با تیم بازنده است، میاد و فلا هست.
اون بوده. بعد مثلا مصطفی مثلا 35 میلیون ما سال 2016 اشتباه موقع پول زیادی بود. اون موقع ما فکر می‌کردیم از قیافش مثل اوتامندی سیتی، از قیافش میگفتیم عجب بازیکن قراره بیاد، یعنی کوه می‌خواد بیاد. دقیقاً انتظارات در حد مثلا فندایک بود، مثلا اون موقع فندایک نبود ولی انتظارات در حد فندایک. دقیقاً اوزیل هم بازیکن گرونی بود وقتی اومد، ولی ارزشش داشت. آره. سالگردش بود چند روز پیش و سالگرد چی؟ سالگرد فوتش نه، سالگرد اومدنش به آرسنال. آره یه روز آخر نقل انتقالات بود فکر میکنم. آره. دیگه آره و میخیتاریان که حالا ما باهاش پول ندادیم ولی الکسیس رو زدیم دیگه. آره. خب پاشانی آره. رفته اونجا بعد میگه من نمیدونم ایجنتم زنگ زدم گفتم نمیخوام، من میخوام برگردم آرسنال. خب چه شد و وامی کردی؟ آفره. یه موقعی آدم یه تصمیمی میگیره، یعنی تا آخر عمرش نه تنها خودش بلکه بقیه خیلی هم ازش میسوزن. آره آتیش میگیرم واقعا. دقیقا. واقعا سانچز من خیلی مخالف بودم. رایس هم توی آرسنال این ماه به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. من فکر میکنم نشون داده که ارزش پولی که دادن رو داره. ببین ما داریم میشیم، ما فوتبالیایی که مثلا توی این سنی هستیم، حالا هم شما بیشتر هم ما نسبت به اون عدد خیلی بولدیم، ولی الان دیگه 116 میلیون عدد زیادی نیست. نه دیگه نیست. بابا آخه بیا مقایسه کن دیگه، پوگبا رو عهد قلقلک میرزا خریدن 100 میلیون. بیا با اون مقایسه کن دیگه، اصلا با گریلیش ما مقایسه کن دیگه، با هر کی مقایسه میکنی سرتر طرف. و عملکردش تا همینجا خودش رو ثابت کرد، مثل جود بلینگام خودش رو ثابت کرده که ارزشش رو داشته برای ساختن آینده ای بهتر. مودریک نشون داده که ارزشش رو نداشته، اینو بدون کوری دارم میگم. نه آره واقعا مودریک نشون داده ارزشش رو نداشته. بابا تو یه استوپ ساده نمیتونی بکنی. نمیخوام برم تو این فاز و فضا که ببین بعضیا میگن که آقا بعد طرف اینو راجع بهش صحبت کردیم که باید جا بیفته. یه سری خرید تو یه سری عددا دیگه زمان جا افتادن ندارن. دقیقا. باید بیان خوب بازی کنن برن. اصلا به خاطر همین طرف داره پول زیاد میده. تموش. بیاد جا بیفته، بیاد سری فیکس بشه، بیاد سری بازی کنه، به داد تیم برسه. دقیقاً. پس اگر یه خریدی انجام میشه که قراره 3 سال آینده، ببین شاید مودریک 3 سال بعد بشه لیونل مسی. آره مثل داروین نونیز. ولی قیمتش دیگه اون نبوده. آره. میدونی؟ قیمتش دیگه اون نبوده. همین پسر کادوس که رفت آره. از سون ویلا فکر میکنم کدوس فکر کنم آیه شما نکنم که کدوس هم تلفظ میشده میگی؟ آره کدوس. آره کدوس. آره. این از آژاکس رفت. کجا رفت؟ از سون ویلا رفتش یا ویلا رفت یا به اسم نمیدونم لوگو لباسشون اینه همه. آره این بازیکن من مطمئنم به زودی مثلا توی 2-3 سال آینده از اون خریدایی میشه که مثلا با 110 میلیون میاد توی تیمای بیگ سیکس. وستام هم بازی کرده. آره. مثل دکلان رایس دیگه. اون دیابی که رفت از استون ویلا، دیابی بازیکن بسیار خوبیه. من فکر میکنم اینا باز ببین. حالا من یه تئوری دیگه ای دارم که در راستای این اتفاقاتی که داره میفته که بیگ سیکس به بقیه تیم و سایر تیمای لیگ برتر، البته اونا دارن به اینا نزدیکتر میشن، اینا موندگار میشن. یعنی سیاست مالی و سیاست اتمسفری حاکم میشه که تیمایی مثل استون ویلا، وست هم، برایتون، ولورهمپتون ستاره بیارن و ستاره رو نگه دارن، یه حالا تبلیغاتی بسازن. زورشون نمیرسه. نمیرسه نه، اگه دست بذاری یه تیم خود روش. آره زورشون نمیرسه. ولی دوست دارن که این اتفاق بیفته. آره، طبیعتاً گریلیش نبود، زورشون نرسید نگه دارن. گریلیش تنهایی ویلا رو اون سال. بله 100% با لیورپول چیکار کرد؟ بله. نه فقط اون سال، از صعودش شروع بخوایم بکنیم، گریلیش واقعا توی صعود ویلا شریک بود و سالهای بعدش هم اینطور. سال گذشته هم پاکتا و رایس و پاکتا دقیقاً سال قبل ترش قرار بود بیاد آرسنال، صحبتش بود با اون نشون میده رو دارید درست میده. میتفیلدر قرار بود بیاد آرسنال ولی به هم خورد و نیومد. و ببین این نکته مهمیه که این بازیکنایی که تارگت میکنه، ببین مثلا حسام عوار هم اون سالی که پارتی اومد حرف این بود که عوار میاد یا پارتی، سال 5 میلیون اینطورا عوار نیومد. خب به همه تیم‌ها لینک شد یعنی عوار. آره الان هم توی مثل کجا بازی بکنه؟ بذارم الان نه یه تیم داغون اصلا نابود رفته. همین این پنجره هم فکر کنم رفته. آره اونجا هم نیمکت نشینه، یعنی اصلا چیز نداره دیگه. اصلا اون آیس روم رفته. آره اونجا هم نیمکته، یعنی اونجا هم اون چیزی که من خوندم و من دیدم و من شنیدم اونجا هم خیلی
طرفدار آنچنانی نداره، عدد انتقالش هم خیلی پایین بوده. زمانش میگذره یه بازیکن دیگه، اون انتقال میتونه انگیزه رو روشن کنه. تو اگه اون چیز میومد آرسنال، شاید با این چیزی که دارم میبینم، شاید مثلا یه آرون رمزی از سوش در میومد، حالا کار به جای بازیشون دقیقا ندارم، ولی شاید یه آرون رمزی از سوش در میومد. ولی میگم یه بازیکنی مثل پاکتو که امسال میاد سیتی میاد بهش گیر میده که میخوادش، بازیکنی بود که پارسال آرسنال سعی کرد بخرتش و نشد. حالا عدد پایین‌تری پیشنهاد داده بود و وستام عدد بهتری پیشنهاد داده بود که حالا امسال رفتن همبازیش رو خریدن. خلاصه من فکر میکنم که میگم این نقل و انتقالاتی که سپری کردیم و گذروندیم واسه باشگاه آرسنال نقل و انتقالات بدی نبود، منهای یک خریدی که کاملا ریسکیه، هاورتز. آره و نمیدونم که جواب میده یا نمیده و آرتتا بهش اعتماد داره، امیدوارم هزینه این اعتمادش رو قرار نباشه که آرسنال یا به قول معروف هوادار رو بده. موافقم. دیگه حرفی نمونده آقا، من هم که دیگه حرف دیگه ندارم. بازی هفته بعد رو نمیخواییم مرور کنیم؟ نه این هفته بازی هفته بعد مرور نکنیم اگه موافقی. مثلا بازی، مثلا چون بازی بزرگی بینشون نبود، اگه میخوای بازی بزرگ، نه همون میخواستم بنام بازی بزرگی. آره بازی بزرگی نداریم که سرش شرط بمندیم هم قرار بشه ببازم. از اون ور من آبگوشت میاریم، آبگوشت باخت. از اون ور یونایتد برایتون رو داریم، لیورپول وولز. خب که یونایتد میبازه. آره لیورپول وولز رو داریم که لیورپول میبره. سیتی وستام رو داریم، واقعا من فکر کنم مساوی میشه. مساوی منم موافقم. تاتنهام شفیدو داریم که خب به نظرم تاتنهام با این فرمش میبره. چلسی برموس داریم که برموس میبره، میبازه قطعا میبازه. آرسنال اورتون داریم، یعنی اینا بازیای پرمیر لیگ. حالا الان چون حالا خیلی کم امکان ترول کردن چیز، آنتی ترول یا ضد ترول کردن نسبت به چلسی، مثلا میلاد میتونه اصلا اینجا که ما گفتیم میبازه اینو مثلا آره. پات کنی یا آهنگی بذاری روش، مثلا گلایی که زدین مثلا به برنموس مثلا بزنیم بدیم بردی، چیز قشنگی هست. آره خوبه، چیز قشنگی در میاد، به هر حال چیز قشنگی در میاد. موافقم. نه بازی دیگه نه، من فکر کنم ویو هم میخوره، میخوره اکسپلور میره. اکسپلور بچه‌ها اگه تا الان ما رو تماشا کردید ممنون میشم که نظر بدید، ایدهاتون رو واسه ما بفرستید. 369 که از 369 سابسکرایب هم عبور کردیم و امیدوارم که حمایتتون ادامه دار باشه. خیلی ممنون، دمتون هم خیلی گرم. حرف پایانی از این حرف تکراری نمیخوام بزنم، کامنتم اگه میتونستم بگم نذارید میگفتم، ولی نظرتون رو بگید که چیکار کنیم که اونی بشه که شما دوست دارید. ببینی نمیخوام کامنت بذارید تشکر کنید. آره اینا الان آیتم آخرمون اینجوری اصلا ولش کنید. نه میخوایم مثلا حمایت باشه، نه میخوایم یوتیوب فکر کنه که مثلا شما مثلا دارین کامنت میذارین واو، نه نه ولش کنین این چیزا رو، فقط به ما بگید چی دوست دارید ببینید که ما بتونیم روی اونا تمرکز بکنیم، اون چیزی که شما دوست دارید رو بسازیم. این کمک بزرگتریه نسبت به کامنت گذاشتن های حال و احوال کردن. از اولش ما همیشه گفتیم ایده میخوایم ازتون، چون نیاز داریم واسه بالا بردن کیفیتمون. خدا نگهدارتون. خداحافظ.